با یک ویدیو دیگه از کانال دلتا مدیا در خدمت شما عزیزان هستیم. افشاگری سیامک، یکی از شرکت کننده های پرشین گات تالنت، از مافیای این برنامه تا حمله او به مهناز افشار و آقای ابی. اگر علاقه من به دیدن این ویدیو و جزئیات بیشترش هستید، لطفاً از همینجا روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله هم فشار بدید تا زودتر از بقیه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. و ما در این ویدیو میپردازیم به افشاگری سیامک حاتم، شرکت کننده پرشین گات تالنت. این جانب سیامک حاتم، به تمام اعتقاداتم قسم میخورم که اگر این صحبت ها رو میکنم، نه به خاطر برد و باخت خودمه، نه به خاطر خصومت شخصی، فقط به خاطر رسوا کردن یه عده از این مافیای کثیف موسیقی هستش که در گوشه از خارج از کشور وجود داره و من و امثال من به خاطر این مافیای کثیف از ایران اومدیم بیرون که بتونیم راحت حرفمونو بزنیم و موزیکمونو راحت بسازیم و راحت کار اجتماعی بکنیم. من میخوام از این فرصت استفاده کنم، حرفمو بدون سانسور بزنم. من سیامک حاتم واقعا دنبال این هستم با افشاگری این افراد و این برنامه ها دیگه همچین اتفاقاتی نیفته. البته بسیاری از دوستان دیگر هم در این برنامه شرکت کرده بودند، اما اونا به اندازه من سیامک حاتم قدرت بیان حقایق را نداشتند. من سیامک حاتم حتی احتمال اینو میدم که بعد از افشاگری این برنامه حتی دیگه تو خارج از کشورم نتونم کار بکنم. من تو برنامه شرکت کردم که متاسفانه خیلی اشتباه بزرگی کردم و الان هم راجبش میخوام حقایقی رو مطرح کنم که شاید برام خیلی گرون تموم بشه. من به شخصه دوست نداشتم توی مسابقه پرشین گات تالنت شرکت بکنم. یکی از دوستانم به نام آرش کمانگیر باعث شد که من در این برنامه شرکت کنم. و دومین موردی که باعث شد من در این برنامه شرکت کنم، تهیه کننده این برنامه یعنی آقای آرش صبحانی بود. من به شخصه آقای آرش صبحانی رو تا قبل از اجرای این برنامه خیلی قبول داشتم و مطمئن بودم که آرش صبحانی به عادل بودن خیلی معروف هستش، ولی در مورد ایشون به شدت اشتباه میکردم. من سیامک حاتمی قصد دارم تا بعد از شرکت در این مسابقه یه سری از حقایقی رو برای مردم خوبم از آقای ابی که عاشقانه دوستشون داشتم ولی متاسفانه مجبور به افشاگری در مورد ایشون هستم و همچنین شاهزاده رضا پهلوی، و باید مردم بدونن که در پشت صحنه اینجور برنامه ها چی میگذره و چه کلایی سر مردم میره و چه سوء استفاده هایی از مردم میشه. من سیامک حاتم سرباز هنرم و وظیفه دارم مسائلی رو بگم. میرسیم به روزی که برنامه پرشین گات تالنت شروع شد و ما قرار شد از برلین بریم سوئد، شهر استکهلم. روز برنامه آقای آرش صبحانی، تهیه کننده برنامه، اومد تو سالن. نه سلامی، نه علیکی، نه چیزی. یه حس آقازادگی بهش دست داد، چون جدیدن نمیدونم مطلع هستید یا نه، آرش صبحانی با آقازاده ها خیلی میگرده و جدیدن خیلی شیک شدن ایشون، ولی از بالا به جامعه هنری نگاه میکنه و اصلا دیگه ادب رو رعایت نمیکنه. این چیزی نیست که در شأن یک هنرمند باشه. داورا در این مسابقه به کسی که حتی یک ساعت هم کار هنری نکرده بهش گفتن آقا تو به مرحله بعد رسیدی. اما بگذاریم. یه مدت بعد زنگ زدن گفتن آقا داورها میخوان از طریق اسکایپ با شما تماس بگیرن. منم چون به داورها بسیار احترام زیادی قائل بودم و میخواستم فضایی رو ایجاد کنم تا بتونم با اونها راحت صحبت بکنم و از طرفی هم خونه ما در اروپا بسیار کوچیک هستش و من صاحب دو پسر بچه کوچولو به نام سام و ساشا هستم، به اجبار مجبور شدم بچه ها رو وارد یک اتاق بکنم و ساعت ها بچه ها توی اتاق بمونن و گریه بکنن و فضایی رو ایجاد بکنم تا وقتی داورها به عنوان یک هنرمند با من از طریق اسکایپ صحبت میکنن، فضای خونه رو شیک و مرتب و آروم کنم. ولی خب ما ساعتها منتظر موندیم و بچه ها همچنان ساعتها در اتاق موندن، ولی این داورها هیچ گونه تماسی با من نگرفتن.
بعد از 3 ماه که دیگه دیدم ازشون خبری نشد، یه ایمیل زدن گفتن آقا شما رد شدید. در مسابقه پرشین گت تالنت بسیار دوستان دیگرم بودن که صدای بسیار خوبی داشتن، مثل بهروز، اشکان، هومن، که صدای اینها خیلی بهتر از من بود، ولی تک تکشون رو رد کردن و بهشون همین ایمیل رو زدن و گفتن شما رد شدید. من سیامک حاتم کشورم رو ترک کردم و اومدم به اروپا تا شاهد آزادی بیان و همچنین تبعیض و در واقع این آقازادگی ها نباشم، ولی متاسفانه دیدم که در اروپا در بین ایرانی ها اینجور مباحث خیلی بیشتر از داخل کشور هست. باید بگم تنها فرد سالمی که در برنامه پرشین گت تالنت وجود داره فردی به نام دانیال وزیری هستش که دستیار آرش صبحانی تهیه کننده برنامه هست و جاش به هیچ عنوان پیش اونا تو اون برنامه نیست. من سیامک حاتم از همه چیزم زدم، از پدرم، مادرم، خواهرم، خانوادم، همه چی ترک کردم و اومدم اینجا، ولی یه دونه از کارهای من و امثال منو پخش نکردن در پرشین گت تالنت و همچنین در شبکه‌های خارجی. به عنوان مثال شبکه آونگ و شبکه من و تو هم حاضر نشد موزیکای منو پخش کنه. اما در خصوص داورهای مسابقه پرشین گت تالنت باید بگم که به نظر من 4 تا داور مجهول الحال رو آوردن برای این برنامه. البته نازنین در این برنامه بسیار مشهور شد و دختر بسیار خوبی هستش. خانم مهناز افشار هم یک آدمی هستش که به نظر من هیچ چیز از هنر نمیدونه و خیلی اتفاقی به خاطر چهره زیباشون بوده که هنرمند شدن. من 100% متوجه شدم که مهناز افشار هیچ سررشته ای از هنر نداره. از نظر من مهناز افشار فقط به خاطر شو در این برنامه حضور داره و سعی کرده یک شخصیتی داشته باشه که هرچی بهش میگن گوش کنه، یعنی بهش بگن هرچی بپوش میپوشه و هرچی بخوان بگه میگه. و اما در مورد آرش باید بگم که همه میدونن که به هر حال آرش همیشه عادت داره که توی یک سیستم برنامه ریزی شده کار بکنه. و در مورد آقای ابی کسیه که ما باهاش زندگی کردیم و متعلق به همه مردمه. ولی مردم شما باید بدونید که از این به بعد به آقای ابی نباید بگید ابی، بلکه باید به ایشون بگید آقای فرشید. و همچنین خانم آقای ابی یعنی مهشید که کارهای ایشون رو برنامه ریزی می کنن. آقای ابی دیگه خودش نیست، بلکه فرشید پسر خوندهشه که برای اون تصمیم می گیره. فرشید عزیز جزو مافیای بزرگ موزیک خارج از کشور هستش. من یه پرانتز باز میکنم. به نظر شما آیا کم هستن چهرهای موفق در خارج از کشور، مثل آقای شهریار قنبری، بهروز وثوق، خانم شهره آقداشلو و پرویز صیاد؟ اینا رو همه میشناسیم. شما مردم تا حالا فکر کردید که چرا نتونستید با اینا کار بکنید؟ چون این چهره‌های محبوب بلد نیستن تو اینجور بازی‌های کثیف شرکت بکنن و هنرشون پولی نیست. به عنوان مثال بهروز وثوق تو دل همه مردم جا داره، اما پسری نداره که آخر زندگی هنری بهروز وثوق پدرش رو تبدیل کنه به یک دستگاه پولساز. من یه صحبتی دارم با پسرخوانده ابی یعنی فرشید. فرشید عزیز، آقای ابی متعلق به مردمه. آقای ابی چند سال پیش خلیج فارس رو خوند، اما امسال جایی برنامه اجرا کرد که خلیج فارس رو میگن خلیج عربی. تا کی میخوای از استاد ابی عزیز پول بسازی؟ دست از این اسطوره ما بردار فرشید جان، به ساسی مانکن خودت برس. سال هاست که فرشید و مهشید همسر ابی روی ابی تأثیر گذاشتن و کلن برنامه های اون رو دارن کنترل می کنن و اون رو تبدیل کردن به یک دستگاه پولسازی. افرادی مانند ایرج عطایی و شهریار قنبری کسایی هستن که نون تو آب می زنن و دارن به سختی زندگی می کنن، اما حاضر نشدن هنرشون رو بفروشن آخر عمری. آقای ابی اجازه ندین بازیچه فرشید بشین. آقای سینا ولی‌الله و فرشید مافیای بزرگ موزیک در خارج از کشور هستند. آقای سینا ولی‌الله برنامه‌اش خط قرمز داره مردم، اینو بدونید.
آیا تا حالا مردم با خودتون فکر کردین که چرا خواننده‌ای مثل ساتی مانکن که اصلا نه صدای خوبی داره و نه هنرمند انقدر محبوب شده و همه آهنگاشو بلدن و انقدر به آهنگاش مشهور شده؟ بله، به خاطر افرادی چون سینا ولی الله و فرشید پسرخونده ابی هستش. تا حالا فکر کردید چرا دنیا جهان بخت از قبل انقدر مشهور نبود؟ بله، به خاطر تبلیغات سینا ولی الله بوده. اما من سیامک حاتم میخوام یه افشاگری هم در رابطه با شاهزاده رضا پهلوی کنم. من سیامک حاتم تا قبل از این ماجراها به شاهزاده رضا پهلوی علاقه داشتم، چون فکر میکردم شاهزاده رضا پهلوی عادل هستش. ولی با شرکت در عروسی فرشید پسرخونده آقای ابی متوجه شدم که رابطه نزدیکی با فرشید داره و متوجه شدم که شاهزاده رضا پهلوی علارغم اینکه همیشه خودش رو فرد عاقلی میدونه و همچنین فرد عادل و افرادی معاشرت میکنه که وجهه شخصیتی خوبی ندارن و در بی‌عدالتی حرف اول رو میزنند. سیامک حاتم در ادامه صحبتهاش به این نکته اشاره کرد و گفت آرش صبحانی تهیه کننده برنامه پرشینگه تالنت یکی از کثیف‌ترین آدم‌های این برنامه است. دوستان عزیز، این صحبت‌های سیامک حاتم یکی از شرکت کننده های مسابقه پرشین گت تالنت هستش که ما برای شما روایت کردیم. دوستان، لطفاً لینک این ویدیو رو در فیسبوک، در گروه‌های ایرانیان کشورهای مختلف لطفاً شیر کنید و لطفاً نظراتتون رو راجع به مسابقه پرشین گت تالنت و شخصیت داورها برامون بنویسید و لطفاً لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. با تشکر از شما.